همانطور که این روزا شاهد هستید، مدت هاست که جامعه غربت گزیده ما کمرنگتر و کمرنگتر می شود. شما بهتر می دانید که طی این دوران هرگاه نوید اتحادی به وجود آمده، در نطفه یا در همان آغاز با مخالفت ها و جبهه گیری های روبرو شده که مانند همیشه رویای اتحاد جامعه را تبدیل به ناامیدی کرده. این ناامیدی در طی 44 سال گذشته چنان تیشه به ریشه مهاجرین و کوچ کنندگان از هم گسیخته زده که افق یک اتحادی که بتواند به اپوزیسیون تبدیل شود را تبدیل به رویا کرده است. حالا در نظر بگیرید که 8 میلیون ایرانی جلای وطن کرده بدون آینده روشن میخواهد با افریت اهریمنی حکومت مذهبی که ریشه 1400 ساله دارد بجنگد. این ناامیدی و امثال آن البته از چند سال آخر رژیم گذشته آغاز شد، همان دورانی که حکومت آن زمان با اختشاشگران به هیچ وجه مقابله نمی کرد و آنها به هر کاری دست می زدن. به همین دلیل با پژوهشی که انجام شده، از 2 سال پایانی رژیم گذشته چند هزار نفری از ایرانیان جلای وطن کردند. در همان آغاز در مرحله اول به اروپا و بعد آمریکا. متاسفانه رژیم گذشته هم این مسئله را به هیچ وجه جدی نگرفت. البته قبل از آن هم گفته بود که اگر ناراضی هستید می توانید پاسپورت بگیرید و برید. به هر حال از هم گسیختگی جامعه ایران از آن زمان آغاز گردید. من خودم شاهد آن بودم. خب این ناامیدی از ساختار جامعه ایران آن روز به ایرانیان خارج از کشور نیز متاسفانه منتقل شد و سپس پس از مهاجرت انتظار بازگشت به وطن شد رویایی که در داستانها به رشته تحریر در آمد. حالا با نگاه به وقایع چند ماه گذشته و عدم اتحاد فعالین سیاسی اجتماعی هم ضربه دیگری بود برای این نابسامانی. بگذارید برگردیم به چندین سال پیش که شاعر برجسته و حساس معاصر ما نادر نادرپور که با وسواسی که داشت و انحصاراً فقط با تلویزیون ایرانیان تا این دوران اقامتش همکاری داشت، او هم در آن سالها از آرزوهای از دست رفته سخن میگفت، در حالی که او قبلا رو به روشنایی آینده داشت، آینده روشنی که هنوز جامعه کوچ کرده ایرانی با این عدم هماهنگی و اتحاد فقط در رویا دارد امروز. حالا بگذارید امروز در این کوچ نگاه به گوشه کوچکی از دیدگاه نوروزی این شاعر غربت گزیده بپردازیم و در کوچ نگاه بعدی به فوت خواننده‌ای نگاه کنیم که در لس آنجلس بود ولی خواننده لس آنجلسی نشد و سپس باز در ادامه کوچ نگاه بشنوید آخرین سخنان آقای حسن اشکیوری، روحانی خلع لباس شده ما که او هم چون من و شما با وجود استقرار حکومت دینی در ایران غربت گزیده است. شما را به کوچ نگاه یا نگاه کوچکی به گوشه از دوران مهاجرت دعوت میکنند. شاعر نامی معاصر نادر نادرپور در ارتباط با آنچه که بر ایرانیان در سالهای سخت می‌گذرد در تلویزیون ایرانیان سخن می‌گوید. توجه شما را به یکی از برنامه‌های سخن ماه نادر نادرپور جلب می‌کنیم. سلام بر شما، درودها و تهنیتهای مرا بپذیرید. در نخستین روز فروردین یعنی بامداد عید سنت بر این است که سخنهای شاد گفته شود، اما در این نوروز و این بهاری که ما هستیم برگ زردی است تحفه درویش. شعری که برای شما میخوانم شاد نیست، زیرا که با اشارهی به بهار آغاز میشه و با وصف زمستان پایان میپذیره.
خود شعر در توصیف دهکده ایست نزدیک تهران، در کوه پایه شمیران و در دامنه البرز، همان البرزی که در شاهنامه فردوسی گاهی حبسگاه ضحاک و جمشید و گاهی پناهگاه فریدون و قباد. این دهکده گهواره کودکی من بوده و در اون ایام مانند همه دهکده های اطرافش حدود و ثغوری برای خود داشته، اما پس از آن بر اثر هجوم شهر و شهرنشینان این حدود و ثغور رو گم کرده است. با وجود این دهکده در شعر من ابعاد گسترده تری پیدا کرده و این ابعاد به حد کشوری که همه ما در آنجا زاده شده ایم بزرگ شده و به همین دلیل توصیف من فقط درباره دهکده کودکی من نیست، بلکه درباره همه سرزمین است که زادگاه من و شما بوده و هست. بد نیست که در آغاز سال نو از دریچه این شعر به ایران دوردست خودمان نگاه کنیم. آینده ای در گذشته، آن روستای دامنه البرز که از خاوران به چشمه خورشید می رسید و از باختر به ماه، جغرافیای کودکی من بود. من لحظه های آمدن صبح و شام را از تابش سپیده به دیوارهای او و از رقص شاخ و برگ سپیدارهای او در نور آتشین شفق می شناختم. وقتی که نوبهار طلوع شکوفه را در آسمان عید نشان می داد، وقتی که آفتاب مسیحا دم انبوه سال خرد درختان را روح جوان و جسم جوان می داد، من از درون کلبه برون می شتافتم. در کوچه های دهکده خمیازه های باد با بوی خاک توشه راه هم بود. کندوی شهر بر کمر تپه های دور بازیچه خیال و نگاه هم بود. گاهی کبوتران طلایی را چون کاروان کوچک زنبوران از آسمان نوردی خود خرسند، گاهی مناره های موازی را چون شاخک دوگانه نورانی بر پشت گنبدی حلزون مانند در انتهای منظره می دیدم. وقتی که تیر ماه تنور سپیده را در آسمان تب زده می افروخت، من خواستار پونه اطراگین در لابلای نان جوین بودم. من هسته های گوجه شیرین را در ظهر تشنگی با یک فشار دندان می ریختم به خاک. من گونه های نرم و هوسناک سیب را در سرخی غروب با بوسه های شهوت خود می گداختم. وقتی که گله های پراکنده از جلگه ها به دهکده می رفتند، وقتی که گاو های قبارآلود دلو بخار کرده سرگین را با ریسمان دم از چاه واژگون به زمین می گذاشتند، من در سرودخانی آغاز شامگاه با قوک ها مقابله می کردم. من ضربه تلنگر آواز خیش را بر جام پرتنین افق می نواختم. آنگاه چون طلایه پاییز می رسید، من برگ زرد و سرخ چنارون را چون شیشه های رنگی حمام روستا از پشت بام خاطره می دیدم. وقتی که باد سرد زمستانی سرپنجه های دختر دهقان را در گرگ و میش صبح حنا می بست، وقتی که شیر نور ز پستان آفتاب در سطل آسمان مسین می ریخت، البرز در برابر من شیهه می کشید. من شهسوار حادثه ها بودم
من رو به روشنایی آینده داشتم. اکنون که بر کرانه مغرب نشستم، دیگر نه روشنایی آینده رو به روست، دیگر نه آفتاب درون رهنمای من. از خانه‌ام گریختم و خشم روزگار خصمانه داد در شب غربت سزای من. از راه دور می نگرم خاک خیش را، خاکی که محو گشته در او جای پای من. در آسمان تیره او روز مرده است، بعد از فنای روز چه سود از دعای من؟ خرم دیار کودکی سبز من کجاست تا گل کند دوباره در او خنده های من؟ خشتی نمانده است که بر خاک او نهم، ویران شده است دهکده دلگشای من. البرز کو که شیه کشان در میان برف از کیقوباد ها خبر آرد برای من. گویی که بانگ ناله اندوهناک او گم گشته در گریستن بی صدای من. آوخ که از رکاب بلندش سوار صبح دیگر قدم فرو ننهد در سرای من. خورشید شامگاه در افکنده سایه‌وار آینده بزرگ مرا در قفای من. کوچه ایرانیان، شکسته تو شکستی، موجه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم. ای شکسته تو شکستی، موجه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. وای از ته دل گریه کردی. من باهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم. وای من رفیق گریه هاتم. عشق در تو، شعر در تو، بی تو من جایی ندارم، بی تو فردا من باهاتم. مثل بارون تو چشاتم، مثل قصه تو صداتم. چون پرنده در هواتم. ای وطن، ای خانه من، من جایی ندارم، بی تو فردایی ندارم. شما در این برنامه تلویزیونی ما کمتر راجع به خواننده از ما چیزی شنیدید.
با درود، در این دوران قرنطینه‌ای که ما به تاریخ شفاهی دوران کوچ بزرگ ایرانیان میپردازیم، وقایع ناخوشایندی هم رخ میدهد که در تاریخ غربت نشینی ما ثبت میگردد. مرجان هنرمندی که طعم زندان رژیم تحمیلی جمهوری اسلامی را چشیده، فرزند خودش را در این رژیم از دست داده و بالاخره پس از زندان و 17 سال ممنوع الخروجی به طیف ما کوچ کنندگان ایرانی آمریکا پیوسته بود. بیشترین هنر مرجان این بود که در شهر لس‌آنجلس از ابتذال دوری جسته بود و به همین دلیل با صدای دلچسب و حزن‌انگیزی که داشت از خود خاطره بسیار خوبی به جا گذاشته است. ما در تلویزیون ایرانیان در لس‌آنجلس همیشه ترانه های بیاد ماندنی او را عرضه می کردیم و همیشه هم مورد توجه همیهنان ما قرار می گرفت. این در حالی بود که به هیچ وجه با دیدگاه سیاسی او توافقی نداشتیم. گرایش او به سازمان مجاهدین خلق اعتقاد و انتخاب شخصی او بود که باید به آن احترام می گذاشتیم، هرچند که به هیچ وجه در راستای تفکر دموکراتیک ما نمی گنجید. و یاد مرجان این هنرمند متعهد را در پایان این برنامه گرامی خواهیم داشت. اجازه دهید که در اینجا به ادامه و سخنان پایانی کوچ کننده دیگری بپردازیم که از طیف مجاهدی نیست، بلکه یک روحانی مجاهدی است که پیگیر تاریخ ادیان مخصوصا دین اسلام است و به همین دلیل هم متاسفانه در کشور زادگاهش جایی ندارد. به شهر بن آلمان می رویم و می نشینیم پاش صحبت دوست ارجمند روحانی خلع لباس شده آقای حسن یوسفی اشکبری که فرزند انقلاب ایران است. حالا شاید به قول بعضی ها فرزند خلف هم نیست، وگرنه او را به اعدام و زندان محکوم نمی کردن. به هر حال به شهر بن در آلمان می رویم. شما که میپرسید چرا دیگران این حرفا رو نمیزنن، یه دلیلش اینه که خیلی ها اساسا برنامه‌شون تایید و تقویت همین دیدگاه سنتیه، از زیر سقف سنت و مثلا اون بیرون نمیان، اعتقاد بیرون نمیان. دوم هم این که اگرم به این نتیجه رسیده باشن جرأت گفتنش ندارن، فضا برای گفتنش وجود نداره. خب ببینید، دیدگاه سنتی که اشاره میکنید بیشتر در چارچوب اون دانش بسیار کم مذهبی که من دارم اینه که اسلام اصولا انتقاد نمیپذیره، درسته؟ خب اسلام که میگید، من روی همین کلمه گزاره اسلام انتقاد نمیپذیرد حرف دارم. بفرمایید. از نظر فلسفی این حرف اصلا درست نیست، چون ما یه اسلام که نداریم. اسلام انتقاد نمیپذیری یعنی چی؟ انتقاد اسلامی اون شناختی که ما پیدا کردیم. آره، شما به لحاظ افکار عمومی یا اون چه که دیدیم و امثال این حرفا، دیدگاه اسلامی یا حکومت‌های مثل عربستان و مثل طالبان و داعش و جمهوری اسلامی و امثال این حرفا که بله، منظورم همینه. بله، کاملا حق با شماست. یعنی اسلام به معنی متعارف کلمه. بله. اما به لحاظ فلسفی ما اسلام، چون ما دیدگاه ارسطویی که نداریم که ذات‌گرا باشیم بگیم یک چیزی در طول 1400 ساله به نام اسلام. نه، شما اسلام خوارج دارید، شما اسلام علی دارید، اسلام نمیدونم معاویه دارید، اسلام اموی ها دارید، عباسی ها دارید و همینجور تا همین الان میبینید. و همین مسلمان ها اصلا هم دیگر میکشن، مگر داعش بیشتر از همه مسلمان رو نکشته؟ اونم اهل سنت رو، نه شیعه. حالا شیعه رو خب کافر میدونن، ولی مگر اهل سنت قتل عام نکرده؟ این گردن میزدن اینا کیا بودن؟ درسته. پس بنابراین طالبان، خب طالبان وقتی که میان میگن که میرن مدرسه رو تحریم میکنن که دختران حق مدرسه رفتن ندارن، بعد میرن یک مدرسه دخترانه رو آبش رو، آخه اصلا تنش میلرزه، آبش رو مسموم میکنن که این دختر بچه های مدرسه ای که اونجا میرن مسمومشان بمیرن. خب اینه. ولی یک آخوندم شما در عصر مشروطه میبینی، سید محمد طباطبایی،
وقتی شیخ فضل الله نوری با درس خوندن زنها مخالفت کرد، سید محمد طباطبایی به عنوان یک مجتهد برجسته تهران میاد یه مدرسه درست میکنه دخترانه. پسر خودش صادق طباطبایی رو به عنوان رئیس مدرسه میگذاره که بگه که بابا من به عنوان یه مجتهد تایید میکنم زن دختر بیاد درس بخونه، مدرسه درس بخونند امثال این حرفا. یا بس میرزا حسن رشدیه میاد مدرسه درست کنه، خدا تکفیرش میکنن، مدرسهش خراب میکنن، تو تبریز تو تهران خراب میکنن، ولی باز سید محمد طباطبایی و بهبانی رو میاد حمایتش میکنن. بنابراین این تکثر و تنوع همیشه در تاریخ اسلام بوده. اگر یه دیگه تکفیر میکنن، یه دیگه میان از اون حمایت میکنن. بنده تکفیر شدم ولی مجلس شورای اسلامی که اکثریت اصلاح طلب از من حمایت کرده، رئیس مجلس آقای کروبی به اسم از من حمایت کرد، آقای کروبی آقای خاتمی رئیس جمهور روحانی جمهوری اسلامی به اسم از من حمایت کرد. توجه میکنید؟ یا مجمع روحانیون و مبارز یه بیانیه تندی داد، اونم آخوند بودن، دادگاه ویژه منم آخوند بود، اینا که من حکم به من دادن، اون کیفرخواست برای من صادر کردن، آمدن گفتن دادگاه ویژه روحانیت باید محاکمه بشود که چرا چنین نسبت‌های خلافی به فلانی داده. بنابراین من میخوام بگم که اینکه میفرمایید اسلام، بله واقعیت این حرف شما رو من تایید میکنم از این باب که عموم دیدگاهی که اسلام مخصوصا هر وقتی که اسلام به عنوان ایدئولوژی حکومت میشه ده. یعنی دین حکومتی میشه، هیچ انتقاد رو تحمل دست میشه کشورهای کمونیستی. یعنی وقتی یک ایدئولوژی جزمی میاد ایدئولوژی رسمی حکومت بشه تحت عنوان اسلام، تحت عنوان مارکسیسم، تحت عنوان فاشیسم، تحت عنوان ناسیونالیسم، الان ناسیونالیسم، خب 100 سال پیش بعد از مشروطه ناسیونالیسم ملی‌گرایی در ایران یه چیز مثبتی بود، ولی الان نگاه میکنید که ناسیونالیسم در آمریکا و در اروپا تبدیل به چی شده؟ تبدیل به یک عامل بیگانه ستیزی و مهاجر ستیزی و مسلمان ستیزی و یهود ستیزی چی تبدیل شده دیگه. آقای اشکر، با این دیدگاهی که شما امروز دارید، پس آینده جمهوری اسلامی رو، یعنی کشوری که با دین شیعه 12 امامی حکومت رو به دست گرفته، چگونه پیش بینی میکنید؟ والا در تاریخ، چون میگم من کارم تو تاریخه، پیشگویی و پیش بینی اصلا امکان پذیر نیست، ولی من فقط دو نکته رو میتونم بگم به عنوان امور محتملی که میتونه اتفاق بیفته. اون چه که تقریبا درش تردید ندارم اینه که جمهوری اسلامی با این ساختار حقوقیش، یعنی قانون اساسیش، و به ویژه با این ساختار حقیقیش، یعنی مجریان این حکومت، این در جغرافیای جهان مندگار نیست، نمیتونه که بمونه. حالا حق یا باطل یه داستان دیگری است، اصلا حق مطلق، نورچشمی خدا، هر چه هست، به دلیل اینکه با زمان سازگار نیست، با شرایط سازگار نیست، با روند تغییرات و تحولات این جهان الان هم مثلا جهانی شدن سازگار نیست. بنابراین حرفی که میگن حسن این هیکل زده بود، نمیدونم این بارها تکرار شده، بعد از فوت آیت الله خمینی گفته بود که آیت الله خمینی تیری بود که از قرن 17 هم به قلب قرن 20 هم شلیک شد. آره خاطرم هست. آره بنابراین این دیدگاه، این آقای خمینی اگه زمان شاه اسماعیل میامد با اون شجاعتی داشت میتونست خیلی کارا بکنه، ولی یه چند قدر دیرتر به این دیون آمد. البته تونست که موفق بشه، تونست پیروزی اولیه رو به دست بیاره، ولی در مقام تأسیس، در مقام تخریب نظام گذشته و تأسیس یک نظام خیلی موفق بود، اما در مقام نهادسازی و استمرار یک نظام و اونم همون طبق وعده‌ای که خودش داده بود، چه دینی چه عرفی، نتونست عمل بکنه. برای چه؟ برای اینکه اون دیدگاه ها با دنیای امروز سازگار نبود. خیلی ها امروز خیلی مسائل رو به دیدگاهی، به مسائل شخصی خمینی، ویژگی شخصی خمینی یا خامنه ای یا نمیدونم منتظری یا دیگران نسبت میدن. من مسئله رو فقط شخصی نمیبینم، شخصی البته موثره، و اشکال اصلی ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اینه که اون دیدگاه و اون نوع تفکری که آقای خمینی نمایندگی میکرد، بعد به ارث گذاشت برای جانشین خودش، الان داره حاکم میشه، این از گردونه زمان خارجه. مرحوم داریوش شایگان یک بحثی کرده بود راجع به مرحوم علامه طباطبایی و سید ابوالحسن رفیعی، و خب در جوانی ها اینا یک محفلی در تهران داشتن، محفل فلسفی عرفانی که کربن فرانسوی می اومد، علامه طباطبایی می اومد، شایگان می اومد، حسین نصر می اومد، توی کتاب زیر آسمان های جهان هست فکر میکنم، اونجا خیلی از این بزرگان تجلیل میکنه، ولی بعد یه جمله میگه به نظرم خیلی مهمه، میگه این آدمای خیلی خوب و نازنین بودن ولی از گردونه زمان خارج بودن. یعنی تو قرن 20 زندگی میکردن ولی تو قرن 20 زندگی فکر نمیکردن. بله ششان بودن.
بله، یعنی قرن ششم، یعنی یک ناهمزمانی وجود داشت. جمهوری اسلامی هم نمیتونه که تو جغرافیای جهان بمونه. این چیزی است که من میتونم الان نامش پیشگویی بگذارید، پیشبینی بگذارید، غیبگویی بگذارید، این رو میتونم تقریبا به صورت قطعی بگم. حالا اما که چه تغییرات اتفاق میفته، کی اتفاق میفته، رژیم میره نمیره، استعاله میشه، اصلاح میشه نمیشه، چه زمانی، به علل و عوامل متعددی بستگی داره. و نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم، اون چه که من میتونم بگم اینه که خیلی ها که بعد از بخصوص جنبش سبز خیلی ها خوشبین شده بودن، از جمله خود منم البته فکر میکردم تغییرات اساسی به زودی اتفاق میفته، ولی دیدیم نه، خوشبینانه بود. به خصوص بعد از آمدن آمریکا و ترامپ و از این حرفا، یه عده‌ای که دیگه شما هم میشناسید منم میشناسیم، اینها خیلی خوشحال شدن از اینکه دیگه جمهوری اسلامی دچار بحران‌های داخلیه، نمیدونم آمریکا آمده، ترامپ آمده، این چماق گرهدار آمریکا و بولتون میتونه به حساب جمهوری اسلامی برسه، ما را از شر او خلاص بکنه. و فکر میکنن جمهوری اسلامی 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه میره. من چنین تصوری ندارم. جمهوری اسلامی به این راحتی رفتنی نیست. توجه میکنید؟ حالا اگرم رفتنی باشه، من آرزوم اینه که اگرم رفتنی باشه یا اون تغییری که من میگم اتفاق بیفته در داخل کشور و به دست خود مردم و با اراده خود مردم اتفاق بیفته، که ما از چاله به چاله نه از چاله به چاله نیفتیم، وضعیت آیندهمون بهتر از امروز باشه. یه بار گفتیم دیو چوبو این رو از فرشته در آید، دیدیم اینجوری نشد. به همین دلیل من امروز با خیلی‌ها که صحبت میکنم، بحث میکنم، میگم شما تجربه انقلاب ندارید. من امروز دیگه مثل اون موقع فکر نمیکنم. بله، ممکنه دیو بره و دیوتری بیاید و هنوز هم این در جمهوری اسلامی ممکنه. بنابراین ما اگر میخوام با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، مقابله کنیم، اصلاحش کنیم، ساقطش کنیم، هر بلایی میخوام سرش بیاریم، متوجه باشیم که بعد انگشت حسد به دهن نگیریم که بله ای کاش بابا همون جمهوری اسلامی خیلی خوب بود. بله، من چنین چیزی محال نمیدونم. در تاریخ هم بارها این اتفاق افتاده. بیاتون میارم وقتی که ناپلئون مرد، چون ناپلئون دو دوره داره دیگه، دوره اول پیروزی‌هاش بود و خیلی مردم فرانسه خوشحال بودن، مظهر عزت و عظمت و ملیت فرانسوی بود، ولی بعد در اون دوره آخر که به ماجراجویی دست زد و نمیدونم بعد با انگلیسی‌ها در افتاد و نمیدونم تجاوز کرد و به لشکرکشی کرد به اسپانیا و اون داستان‌ها، سرانجام انگلیسی‌ها آمدن بعد از مدتی مثلا در دریا و زمین باش جنگیدن، بعد دستگیرش کردن، تو بردن تو جزیره نمیدونم کجا زندانیش کردن، بعد در همونجا موند، جزیره ای نمیدونم کجا مرد اونجا. وقتی که مرد، فرانسوی ها اجازه ندادن که بیاد جنازه ناپلئون بیارن فرانسه، برای خودشون عیب میدونستن. ولی شاید 15 سال نگذشت، فضا چنان عوض شد، ناپلئون چنان محترم شد که جنازه شو با سلام و با صلوات، به تعبیر مسلمانای خودمون، با سلام و صلوات و تجلیل آوردن تو پاریس. الان میره تو پاریس میبینید یه گنبد مثل گنبد امام رضا داره. پس بنابراین اینجور نیست که ما فکر بکنیم که مثلا خمینی آمد اینجا و این کارا رو کرد و بله آدمکشی ها و اعدام ها و شکنجه ها و همه اینا هست. اما این یک وجه از واقعیته. ممکنه که بعدها یه روزیگاری، من نمیدونم، من اصلا نمیتونم هیچ، من چون تاریخ نگاه میکنم میبینم تو تاریخ این چیزایی که اتفاق افتاده، ممکنه همین خمینی یه روزی دیگری بشود محبوب القلوب ایرانی ها. من مثال دارم میگم، همین جمهوری اسلامی ممکنه که بعد مردم به یه وضعی بدتری دچار بشن و بگن بابا باز صدر احمد به اون کفندوز قبلی. اینا همیشه در تاریخ تکرار شده. پس من میگم، من که به عنوان نسل انقلاب هستم، یک بار گفتم شاه برود هر کی بیاید بهتر از اینه، دوباره این اشتباه رو نکنم. بنابراین در ارتباط با جمهوری اسلامی که شما پرسیدید، من حرفم این است که امروز بنده شما و همسال اینا جمهوری اسلامی مطلوب ما نیست. این جمهوری اسلامی خیلی فاسده، ظالمه، روز به روز وضعش بدتر میشه. مهمترین معضل این جمهوری اسلامی ناکارآمدیه. اگر میتوانست به عنوان یک رژیم معمولی، یک رژیم متعارف، حالا آزادیای خیلی نمیده، به معنی چین، چین میگه آزادی داده، اما تونسته که یک میلیارد نیم آدم رو تو اونجا مثلا نگه داره، 850 میلیون نفر از گرسنگی نجات بده، آمده تو بازار جهانی، یعنی زیر اقتصاد آمده، جذب سرمایه‌داری شده که مثلا 50 سال پیش اصلا کسی تصورش نمی‌کرد. آیش کرد حکومت مذهبی همچون خصوصیاتی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ ببین، باز شما ذات‌گرایانه نگاه می‌کنید. نمیتواند داشته باشه، میتواند داشته باشه. با خصوصیاتی که ما از بله. مذهب می‌شناسیم. اگر ببینید، ما اگر ایدئولوژیک بودن، من میگم این تفکر و این اندیشه، برای همین گفتم با این ساختار حقیقی حقوقی با این شکل شمایل بخواد ادامه بده، بله. ولی از نظر شما، از نظر تاریخی، از نظر نظری، محال است که همین جمهوری اسلامی یه روزی بر سر به اصطلاح وجود عدم قرار بگیره، بین بقا و فنا قرار بگیره
و به تدریج تن به تغییراتی بده، تغییراتی که نام جمهوری اسلامی بماند یا اصلا نه قانون اساسی تغییر کنه، ولایت فقیه حذف بشه. چند درصد شانس میدید شما به این قدر؟ نه، من از نظر تاریخی اینو محال نمیدونم. تو شرایط فعلی من خیلی اینو محتمل نمیدونم، لااقل تا زمانی که آقای خامنه ای هست من چنین به اصطلاح احتمال رو اصلا معقول نمیدونم. اما شما تصور بکنید، دو عالم تصور محال که نیست. فرض کنید که بعد از آقای خامنه ای یک رهبری آمد، فرض کنیم حالا نداریم متاسفانه، یک رهبری که آمد یه 50% عاقل‌تر بود، خردمندتر بود، جهانی فکر کرد، یه خورده بخواد که اوضاع رو تغییر بدهد، یک نوع اصلاحاتی انجام بدهد، محال که نیست. بله. پس بنابراین همه اینا امکان دارد. اینکه یه دهی میگوین که آقا این رژیم اصلاح ناپذیر نیست، این اصلاح ناپذیر است، به نظر من به لحاظ تاریخی حرف نادرستی است. یه جمله یه نفر یه مقاله نمیدونم کی بود، یه مقاله سالها پیش نوشته بود، مقالهش با این جمله شروع کرده بود، همین راجع به اصلاح پذیری نظام که همیشه بحث داغه، مقالهش با این جمله شروع کرده بود، گفته بود که میگوین که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است یا اصلاح پذیر نیست. من میگویم هر رژیمی با هر ماهیت اصلاح پذیر است، ولی به یک شرط، و اون شرط این است که مردم بخواهند. و مردم ایران میخواهند از 2 خرداد به بعد، از 21-22 سال پیش، مردم در هر انتخاباتی که اندک فرصتی پیدا کردن، اکثریت مردم ایران، این که دیگه چیزیست که دیگه روشن و واضحه، نیاز به استدلال نداره دیگه، مخصوصا در انتخاب ریاست جمهوری که یک نفر میخواستن انتخاب کنن، به قول مرا بین بد و بدتر میخواستن انتخاب کنن، در هر انتخاباتی به کاندیدایی رأی دادن که زاویه داشت با آقای خامنه ای. نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده خاص اکثریت مردم دیگه. ولی در 40مین سالگرد انقلاب ببینیم که دیدگاه ملت به طور کلی با شناختی که ما پیدا کردیم نسبت به اصلاح طلبان دینی یا حکومتی یک مقدار تغییر کرده. بله، چرا؟ به خاطر اینکه اصلاحات انجام نشده. به خاطر اینکه اون ایده هایی که داشتن، آرزوهایی که بنده و امثال بنده داشتیم، برآورده نشده. اما از اینکه نشده نمیشود قاعده درست کرد، یک اصل فلسفی درست کرد که پس هیچ وقتی نخواهد شد. من با این مخالفم. حق باشه باز. من میگویم که هر نوع تغییری در همین جمهوری اسلامی امکان دارد به یک شرط، و اون اینکه اکثریت مردم بخواهند و بعد هم این مبارزه رو، به قول دوستان یه سال پیش یک جمله میگو بابا اینجا استالینگراده، باید در اینجا موند و موند و مبارزه کرد تا یه روزی، حالا جنبش صد اصلاحات که به وجود آمد، بنده و امثال بنده فکر میکردیم دیگه در جمهوری اسلامی تغییرات پذیرفته، دیدیم نشد. 88 به وجود آمد که اصلاحات بود، یه جنبش عظیمی به وجود آمد، باز فکر میکردیم که تغییرات داره جدی میشه، تا اینجا نشد. ولی تا زمانی که لااقل کوتاه‌مدت اگر نگاه کنیم، من همیشه اینجوری میگم، تا زمانی را که موسوی و کروبی رهنورد در حشر هستن، هر لحظه امکان هر نوع تغییری وجود داره. اونها هم یه روزی بیان بشن، برن در دستگاه آقای خامنه‌ای تسلیم بشن، باز مردم راه خودشون رو میرن. مردم که عاشق چشم ابرویی نه قاتمی هستن، نه موسوی هستن، نه کروبی هستن. به میزانی که اونها خواسته های مردم رو نمایندگی کنن میرن. بخصوص بعد از 96 اون تظاهراتی که در ایران صورت گرفت، اصلاح طلبان زاویه گرفتن به هر دلیلی. خب امروز دیگه این دیدگاه اصلاح طلبانه خریدار زیاد نداره، الان تبدیل به دشنام شده. اصلاح طلبی رو تبدیل کردن به استمرار طلبی، تبدیل به دشنام کردن. کیا کردن این کار رو؟ من روی نام فرد اسم تکیه نمی کنم، ولی بعد از آمدن روی ترامپ که قبلا اشاره کردم، ایده ای فکر کردن که الان فرصت تاریخی برای دست آمده که جمهوری اسلامی کله پا بشه، پس بنابراین همون کاری که ما در رژیم شاه میکردیم، در رژیم شاه شما صحبت بختیار کردی، صحبت از نمیدونم بازرگان کردیم، که فکر کردیم خب حالا بختیار بیاد میتونی اصلاح بری. در اون زمان بختیار یک آفت تلقی میشد، دشمن انقلاب تلقی میشد، نوکر بی اختیار بود. چرا؟ برای اینکه شما یادتون هست در دهه 40 و 50 در فضای روشنفکری ایران پارلمانتاریسم یک دشمن بود. درسته. بله. بازرگان در سال 43 در دادگاه نظامی گفت که شما که ما رو تحمل نمی کنید، بعد گرفتار مسائل بعدی میشید. بعد گفت شما، ما آخرین نسلی هستیم که با شما به زبان قانون صحبت میکنیم. و همینجور هم شد. بعد از آن که مبارزه مسلحانه شروع شد، کی میتونست بگه آقا برو تو انتخابات رأی بده، شرکت کن؟ نمیشد. چرا؟ برای اینکه خواستیم رژیم برافتد. الان یه ایده ای که چون دنبال برانداختن رژیم، اونم با چماق آمریکایی‌ها و اسرائیل و بن سلمان هستن، توجه میکنید؟ به همین دلیل اگر کسی الان بیاد بگه کی جرأت داره از اصلاح طلبی دفاع کنه، مخصوصا تو فضای خارج کشور. من گاهی یه چیزایی نوشتم که بوی اصلاح طلبی میامد از این حرفا، تو همون کامنت هایی گذاشتن کلی فحش و بدبیرا ما کردن. نه، این موقعیت کنونیه. آره، موقعیت کنونیه، من اینو خوب میفهمم.
اما من که خودم لاغر ملا کارو شما ندارم، شما اختیار خودتونه دارید، ولی من تجربه زندگی من در 70 سالگی به من دیگه این اجازه رو نمیده که اشتباهی گذشته رو دوباره تکرار بکنم یا عقیده خودم رو قربانی کنم. همونجوری که حالا بحث تاریخ نگاری بود، وقتی به یک عقیده‌ای رسیدم سعی میکنم که به شکلی اون رو بیان بکنم، حالا خیلی صریح و شفاف و تیز نه، ولی سعی میکنم بیان بکنم. در عقاید سیاسی هم همین جوره. یعنی اگر من فکر بکنم که مثلا فرض بفرمایید که باید در برابر تهاجم خارجی بیستم، میستم، کاری ندارم کی در من فوش میده یا نمیده. بنابراین من یک جمله‌ای هست میگن که در تغییرات تحولات اجتماعی کوتاه‌ترین راه مهم نیست، مطمئن‌ترین راه مهمه ولو طولانی باشد. اصلاح طلبی، تغییرات اجتماعی در ایران در هر کجای دنیا امر تاریخی است، استمرار دارد. ما از دوران مشروطه، شما یه دوره برنامه داشتید که چرا بعد از 100 سال هنوز ما به آزادی نرسیدیم. خب مشروطه رو داشتیم، نهضت ملی رو داشتیم، انقلاب ایران رو داشتیم، نهضت اصلاحات رو داشتیم، جنبش 88 رو داشتیم و داشتیم تا الان. همه اینا فصل‌های درخشان تاریخ ما هستن، انقلابش هم فصل تاریخی درخشان ما هست. من انقلاب رو نفی نمی‌کنم که، اما در نهایت هنوز به اینجا رسیدیم، هنوز ما به هدفمون نرسیدیم، هنوز نقص و ایراد داریم. این یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه اینه که واقعا مشروطیت هیچ دستاوردی نداشت. مشروطیت امروز یک ادبیاتی برای ما گذاشت که بعد از 100 سال داریم بهش افتخار میکنیم. کاملا درست. بعد از مشروطیت فضای فکری عوض شد، ادبیات عوض شد، اندیشه عوض شد، فکر عوض شد، دین عوض شد، تفسیر دینی عوض شد، خیلی چیزا عوض شد. بله مشروطه از دلش دیکتاتوری رضاخان در آمد، اما همون رضاخان آمد کارهای مثبتی انجام داد. همون رضا شاه استبداد رو حاکم کرد، خشنتر از استبداد محمد علی شاهی، اما همین رضا شاه بالاخره در پرتو جنبش مشروطه خواهی آمد، بعضی از هدفهای مشروطه رو عملی کرد، سازندگی کرد، مملکت مدرن کرد، نهادهای جدید ساخت. اینا در پرتو مشروطیت انجام شد. نهضت ملی مصدق شکست خورد، اما نهضت ملی دنبالش آمد به جنبش‌های دهه 40 شد، 15 خرداد شد، انواع شد. هنوزم که هنوزم مصدق به عنوان یه نمونه است. ببینید من آخرین حرفی که میخوام به عنوان درد دل به شما بزنم این است که ما ایرانی‌ها متأسفانه عادت کردیم به کلنگی کردن تاریخ ایران خودمون. هر گروهی یه گوشه این تاریخ رو کلنگی داریم می‌کنیم. یه ایده جمهوری اسلامی رو یک پارچه می‌ذارن کنار که گویا یک چیز عجیب غریب بود، میگن اشغالگر، یعنی گویا یه آدمایی از کره مریخ اومدن، خمینی از کره مریخ اومده، خامنه‌ای از کره زهره اومده، اومدن ایران، خاک عزیز ما رو، سرزمین اهورایی ما رو اومدن اشغال کردن. خب جمهوری اسلامی رو یه ایده از این ور میزنن، یه ایده طرفداران جمهوری اسلامی رژیم شاه و پهلوی رو یک طرف سیاه میکنن. در زمان رژیم پهلوی هم راجع به قاجار همین کارو میکردن، قاجار هم نسبت به گذشته همین جور. ساسانیا که اومدن کاری کردن که با تاریخ، با طولانی ترین تاریخ پادشاهی ایران، دوره اشکانی ها رو اصلا کسی نمیشناخت در دوره ساسانی. چرا؟ فردوسی وقتی که به عصر اشکانی که میرسه فقط 15 خط درباره اشکانی ها میگه، 15 خط، و در اونجا هم فقط به این دلیل هم اون 15 خط میگه، برای اینکه میخواد زندگی اردشیر بابکان رو بگه، بنیانگذار ساسانی ها رو، که از اردوان پنجم آخرین پادشاه اخامنشی اشکانی شکست خورد، به این اعتبار از اردوان پنجم نام میبره. در حالی که امروز محققان ایران شناسان بزرگی مثل مونتسکیو و موسکی آمدن کتاب رو 200 صفحه‌ای نوشته درباره تاریخ اشکانیان، امروز ایران شناسی جدید و مدرن از طریق سکه ها و زبان شناسی و تاریخ اینها نشون دادن که یکی از پر افتخارترین دوران تاریخ ایران دوران اشکانیان، البته ملوک طوایفی بود، مملکت یک پارچه نبود، دورهای طولانی ترین هم بوده، یعنی هخامنشی ها حدود عرض کنم که اگه اشتباه نکنم 240 سال حکومت کردن، اشکانی ها 470 سال حکومت کردن، ساسانی ها 420 سال حکومت کردن. طولانی ترین دوران حکومت ایران 1400 سال پیش از اسلام مربوط به هخامنشی هاست. اما در دوران ساسانی کسی رو نمیشناخت، آثارشون رو از بین بردن. مسلمان هم که وقتی که آمدن بسیار از آثار گذشتگان از بین بردن. بعدها هم که صفوی آمد به یه شکلی خاص خودشو متصل کنه به ساسانی ها، باز به یه شکل دیگری. بعد هم قاجار هم همینجور، پهلوی هم همینجور، جمهوری اسلامی هم همینجور. من اینه میگم خدمت شما آقای لیمونادی عزیز،
بر اساس بعد از همه این تجربه ها من امروز به این نتیجه رسیدم که بابا این تاریخ ما، تاریخ 2400 پیش از اسلام، 1400 بعد اسلام، حدود 2600-700 سال، حالا از پیشا تاریخ و مادها حساب کنیم میشه بیشتر. ما از من حساب کردم از آغاز مادها تا پایان ساسانی ها ما 101 یا 102 پادشاه داشتیم. حالا پادشاه نمیدونم بوده که یه هفته سلطنت کرده، پادشاهی بوده که قبل از تولدش، مثل شابور دوم قبل از تولد پادشاه بود، رو شکم مادرش تاج گذاشتن به عنوان که خلای قدرت به وجود نیاد، که تمام عمرش رو قبل از تولدش پادشاه بود. خب تو جمهوری اسلامی معمولا میگه دوران طاغوت. بابا این پادشاه همه طاغوت بودن، همه فاسد بودن، همه آدمکش بودن. پادشاه خوب داشتیم، پادشاه بد هم داشتیم. پادشاه یه دوره خوب بوده، یه دوره بد بوده. مثلا انوشیروان که معروف شده به انوشیروان عادل، خیلی ظالمانه، کار ظالمانه هم کرده. مزدکی ها رو قتل عام کرد. اما همین انوشیروان یکی از اصلاح طلب ترین، یکی از سازنده ترین پادشاهان تاریخ دوران پیش از اسلام. اینو که نمیشه نادیده گرفت. بعد از اسلام وقتی میام، اسلام آمد خیلی خرابی به نام اسلام شد، تخریب شد، بعد جنگ، حالا همه اون چیزایی که گفته میشه چقدر درست چقدر نادرست. ولی بعد از اسلام وقتی که میایم، باز در همین در ایران، در بعد از اسلام هم در ایران یک حرکت های عظیم مردم در پرتو همین خلافت اسلامی صورت میگیره. صفویه میان، میگن بعضیا دوران صفویه رو به عنوان تونل تاریخ ایران گذاشتن نامش رو. خیلی مفاسد و فساد در دوره صفویه صورت گرفت. ولی که دوران طلایی تاریخ ایران نیمه اول دوران صفویه. در دوران نادرشاه خیلی آدم کش، پسرش رو کور کرد. اما همین نادرشاه هم یه سردار بسیار بزرگی بود. به همینجور دیگه مثال نزنم به عصر قاجاریه. عصر قاجاریه خیلی تو سرش زدن. نه، عصر قاجاریه هم همش سیاه نبوده. عصر قاجاریه هم چیزای خیلی خوبی بود. مخصوصا دوران پهلوی ها که آمدن قاجاریه رو سیاه کردن. پهلوی هم دوران سیاهی نبوده. جمهوری اسلامی هم سیاه‌سفید نیست. انقلاب، اولا انقلاب رو باید از جمهوری اسلامی جدا کرد. جمهوری اسلامی یک تعریفی داره، یک محدوده‌ای داره، یک داوری داره. انقلاب 22 بهمن تمام شد. یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب بالا اسلامی یا هرچی نامش تمام شد. بعد از اون ما جمهوری اسلامی داریم. بله، جمهوری اسلامی برآمده از دل انقلابه. ولی عین انقلاب نیست. به همین دلیلی که امروز بسیاری از ما انقلابیون با این جمهوری اسلامی مخالفیم. رأی ندادیم، یا اگرم رأی بدیم دیگه الان رأی نمیدیم. من تو بازجویی هم گفتم من به قانون اساسی دوم رأی ندادم، امروزم رأی نمیدم. این تو بازجویی مکتوب من هست. خب چرا؟ برای اینکه میگیم آقا این دوره نادرستی بوده. به همین دلیلی که من میخوام بگم تاریخ ما رو سیاه نکنیم. حالا مذهبی هستیم، غیر مذهبی هستیم، دموکرات هستیم، لیبرال هستیم، سوسیالیست هستیم، هر چی که هستیم، تاریخ رو تاریخی بفهمیم. اگر اینجوری نگاه کنیم، اون وقت من فکر میکنم که یک افقی باز میشه برای ما که یک آینده بهتری رو ببینیم. وگرنه اگر مثل دوران گذشته، مثل دوران پیش از انقلاب، یا اونچنان که الان یه ایده در داخل در خارج میکنن، سیاسفید میکنن، نه، حد اکثر کاری که میکنن اگر زورشون برسه جمهوری اسلامی رو میبرن، ممکنه یک جمهوری اسلامی بدتری رو کار بیارن، یک حکومت دیکتاتوری بدتری رو کار بیارن. وقتی که من میبینم بعضی از این کسانی که الان به خون جمهوری اسلامی تشنن، 24 ساعت آرزوی نابودیش میکنن، ولی میخواهن که آمریکا و بن سلمان در کنار اون، وقتی که من تنم میلرزه، میگم که خب اینا که هنوز به قدرت نرسیدن دارن گردن میزنن، دارن تهدید میکنن، وقتی بعدن به قدرت رسیدن چه کار میکنن؟ حق باشه باز. دقیقاً. به هر حال من امیدوارم در فرصت بعدی که در خدمتتون باشم، دیدگاه جدید شما رو نسبت به قوانینی که شما الان پیگیریش هستید در ارتباط با چارچوب اسلام در آغاز و دوره امام حسین، به یه مرحله برسی که بتونیم راجعمون بیشتر صحبت بکنیم. انشالله. حالا نوشته‌های من که به جایی رسید، انشالله به تدریج منتشر خواهد شد. به هر حال خیلی ممنون از فرصتی که من دادید و بسیار جالب بود که دیدگاه‌های جدید شما رو پس از 9 سال، پس از 10 سال بتونیم به بینندگان خودمون ارائه بدیم. امیدوارم که شما هم در روشنگریتون موفق باشید، چون بالاخره این جامعه اگه بخواد آگاهی پیدا کنه، مثلا داخل کشور که فضا به نسبت بسته است، رسانه‌های خارج از کشور تو داخل ایران بیننده دارن، شنونده دارن، مخاطب دارن. بسیار بخصوص الان دنیا هم دنیای مجازی شده. اون موقعی که انقلاب شد ما هیچ ارتباطی با جهان خارج نداشتیم. اصلا مصدق برای ما یه آدمی بود که مثل گویا توی عصر خشایارشا زندگی میکنه.
ولی وقتی که انقلاب شد فضا باز شد و یک سال پیش از انقلاب سانسور برداشته شد، یواشاش متوجه شد. حتی سال اول انقلاب. بله، حتی اوایل انقلاب هم اینطوری بود. بعد یه دوره بسته شد. بعد دوره آقای خاتمی با بهار مطبوعات داریم. واقعا من که با تاریخ ایران یک کمی آشنا هستم، منو بارا در همون موقع هم گفتم و نوشتم که من تصورم اینه که تا همین لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم، از 180 سال پیش تقریبا از اخبار روز عصر اوایل قاجار نگاه کنیم تا همین الان که هستیم، به نظر من اون دوران سه سال اول دوره خاتمی، یعنی سال 76 تا 79 تا اون زمانی که مطبوعات فله‌ای بستن، درخشان ترین و غنی ترین دوران تاریخ مطبوعات اون سه سال. ما هم در خارج از کشور چند ماهی شاهد این همین جور جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. خب حالا یه بار که اتفاق افتاد چرا بار دوم اتفاق؟ باید تلاش بکنیم. منظور من اینه که مبارزه مداوم، آگاهی بخشی، پیوند فکری، پیوند سیاسی، دیگه اون مرزهای اعتقادی دوران انقلاب و بعد از انقلاب، تو چپی من راستم، من مذهبی ام تو لا مذهبی، این حرفا دیگه باید بره کنار. فقط یک چیز باید بمونه، دو چیز. یک، انسانیت محور داوری ما و ارتباطات ما هست با هر گرایشی که داریم. دو، آزادی و حقوق بشر و حقوق متقابل آدم ها، یعنی همون ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه آدما مساوی به دنیا میان و همه در استفاده از حقوق انسانی برابرن، هیچ کس از دیگری برابرتر نیست. اگر اینو بین بنده و شما معهود باشه، هم من رعایت کنم، هم با هم راحت کنیم، هم میتونیم با هم گفتگو کنیم، هم میتونیم افکار همدیگر بشنویم، هم میتونیم افکار همدیگر تصحیح بکنیم. اگر این روند، البته روند دراز مدته، صبر میخواد، حوصله میخواد، حتی ممکنه به عمر بنده و شما قد نده، ولی اگر فرزندان ما بتونن یه روزی به اینجا برسن، بنده اون آرزوی من برآورده شده. و فکر میکنم روند تغییرات و تحولات تاریخی در جهان و در ایران داره به این سمت میره. امیدواریم برسیم. به هر حال ما همه امیدواریم. با وجود همین عرض کردم که این 40 سال گذشته رو از دید انتقادی ما هنوز همچنان سیاه میبینیم، هرچند شما کاملا سیاه نمیبینید. نه، من کاملا سیاه نمیبینم. من یه خود سیاسی فید میبینم. خیلی خوشحال شدم. موفق باشید. شما هم موفق باشید. با سپاس از همکاری آقای عشقی‌وری برای این مصاحبه که با ارائه دیدگاه ایشان کلی به اطلاعات دینی ما اضافه گشت. ولی چون مرجان این صدای حزن‌انگیز بر فضای دوران غم‌انگیز کوچ ما سنگینی نمی کند، بگذارید به یاد او ترانه خانه را که من خانه می نامم، خانه که ما از دست داده ایم را که یادآور عشق و خانه مادریست، بشنویم و یاد او را گرامی بداریم.
دست من تنها شعر دستاتو میخونه، حس خوبه با تو بودن تو رگای من میمونه. حالا دست من تنها شعر دستاتو میخونه، حس خوبه با تو بودن تو رگای من میمونه. خون خالی، خون غمگین، خون سوت و کوره بی تو، رنگ خوشبختی عزیزم دیگه از من دوره بی تو. مه گرفته کوچه ها رو اما سایه تو پیداست، میشنوم صدای شب رو، میگه اون که رفته اینجاست. خون خالی، خون غمگین، خون سوت و کوره بی تو، رنگ خوشبختی عزیزم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را. مه گرفته چه هارو اما سایه